سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. ما در ادامه سفرمون به ایالت تاسمانیا و در روز دوم بعد از این که رفتیم یه صبحونه خوردیم توی شهر هوبارت و یه ذره دور زدیم و یه ویدیو خیلی خوشگل گرفتم و براتون آپلود میکنم، میخوایم بیایم بریم کروز سواری یکی از زیباترین و یکی از بهترین نقاط کوهستانی دریایی اقیانوسی هوبارت و ایالت تاسمانی که یه تور 3 ساعت است که ما اومدیم اینجا الان چکین کردیم، بهمون لباسه گرم دادم بعد بپوشیم و سوار بشیم که بریم سفرمون رو آغاز بکنیم. گفتم قبل از این که سفر رو آغاز بکنیم یه توضیح کوتاهی راجع به اینجا بهتون بدم. اسم این قسمت پورت آثر هست و این کروزی هم که ما قرار سوار بشیم، نمیدونم، فکر میکنم آره پیدا کردم. حالا توی ویدیو در ادامه ویدیو خواهید دید، من دیگه خیلی چون وقت نمی کنیم، پشتی که ما سوار اون کروز قرار بشیم و بریم یه سفر 3 ساعته داشته باشیم به یکی از زیباترین و بهترین مناطق دریایی و گفتم کوهستانی. انقدر تصاویرش ما الان داشتیم میدیدیم زیبایی که ما داریم لحظه شماری میکنیم که سفرمون رو آغاز بکنیم. هوا هم خیلی خوبه، یعنی تقریبا فکر میکنم 22 درجه است، ولی اونجایی که میخوایم بریم و ما گفتن که تقریبا 10 تا 12 درجه سردتر از الان میشه، برای همین من لباس گرم پوشیدم، بهمون یه لباس یه جکت گرم هم دادن چون میگن خیلی سرده، آب و بالاخره صخره و یه مقدار سرما هست که سرما نخوریم. و امیدوارم که این ویدیو رو هم ببینید، مطمئنم اگر که همراه باشین از این ویدیو هم لذت خواهید برد. با من همراه باشید. خب این عزیزان همسفرهای ما هستن، من فکر میکنم ما یه اتوبوس سوار میشیم تا برسیم به اون بی یا اون پورتی که باید بریم سوار کروز بشیم و به ما گفتن ساعت 1:30 یک اینداکشنه به اصطلاح، یه توضیح معرفی نامه مختصر که سفر چگونه خواهد بود و چگونه انجام خواهد شد خواهیم داشت و بعد انشاءالله سوار اتوبوس میشیم و سفرمون رو آغاز میکنیم. منطقه پورت آرثر یکی از به نظر من زیباترین، حیف که ما در طول جاده نمیتونستیم فیلم بگیریم، ولی فوق العاده بود، به خصوص منطقه جنگلی که آخر که منتهی میشد به این قسمت زیبا بود. دو طرفش دریای، طرفش اقیانوس، طرفش دریاچه‌های کوچیک، اصلا یه چیز فوق العاده ای و شما خودتون میتونید ببینید و حس بزنید که چه طبیعتی هست. حالا تصور بکنید که میخوایم بریم یه جایی که آب، این طبیعت صخره‌های وحشی و همچنین ظاهرا اگر که شانس با ما همراه باشه دلفین و اسب آبی هم ممکنه که ببینیم که خودش به زیبایی های این سفر خواهد افزود. حتما با من همراه باشین، مطمئنم که از این ویدیو لذت خواهید برد. خیلی ممنون. خب ما قراره که سوار این دوتا قایق کوچولو بشین، دوتا گروه 14 نفره و سفر خودمون رو آغاز بکنیم. کلی به ما توضیح دادن راجع به این که چجوری سوار بشیم، گفتن قسمت جلو خیلی حرکتش بیشتره تا قسمت عقب و اگر که این مقداری حساسیت ممکن داشته باشین نسبت به موج و دریا بهتره که عقب بشینید. ما جزو گروه دوم هستیم که قرار سمت قایق سمت چپ سوار بشیم. با این ویدیو حتما همراه باشین، فوق‌العاده خواهد. ببینم لباسایی که گفتم ما باید بپوشیم، لباسای ضد آب و ضد باده، مقداری آنکامفتبل که بو میده، معلومه که حداقل 150 ساله که شسته نشده، ولی خب خوبه، باید با بوی خوب خودتون مقاومت کنید. ما منتظریم که یکی دوتا مسافر دیگه سوار بشن و بعدش هم دیگه ایشالله سفر خودمون رو آغاز بکنیم. Thank you.
توضیح بدم، ولی داشتن میگفتن که قبل از همین ماجرای کرونا این منطقه پر بود از کشتی‌های بزرگ تفریحی که میومدن از نقاط مختلف دنیا این قسمت، ولی الان میبینید که هیچ خبری نیست. عمق اینجا تقریبا 50 متر. ما الان از اقیانوس جنوبی وارد دریای تاسمانیا یا تاسمنسی شدیم و بالاخره چشممون روشن شد به دیدن این اسب‌های آبی یا فوک، که اینا همه‌شون گفتن که اینا همه مردن و کسی که زناشون یه جای دیگه هست و نمیدونم حالا چرا اصلا جدان، خیلی نمیدونم. خیلی موج زیاد هست، ما یه مقداری دیوار حالت تهوع داریم، کلا بروتون به اصطلاح، ولی فوق العاده زیباست. بالای این جزیره کوچیکی که می‌بینید یه فانوس دریاییه که سال 1906 توی بریتانیا ساخته شده و تیکه با تیکه اووردن از این طریق بردن اون بالا ساختن. فوق‌العاده، شما نگاه کنید بیش از 114 سال پیش چطوری اومدن. فوق‌العاده. California in America. And it has been slept on before. Those rock climbers had to sleep. It took them several hours and days. So they set up hammocks up the top and had a snooze. بی نهایت زیباست. یعنی من اصلا نمیتونم تصور کنم. نمیتونستم تصور بکنم یه همچین زیبایی رو. ببینید طبیعت اگر بخواد زیبا باشه چقدر. بشر در مقابلش ناتوان خواهد. اینجا یکی از معروف ترین صخره های تاسمانیا و استرالیا است برای صخره نوردی و گفتن یکی از چند سخت ترین اونها هم هست. چیزی که فهمیدیم اینه که یه ظاهرا یه گروهی الان در حال حاضر دارن صخره نوردی میکنن. بله اون بالا دارن صخره نوردی میکنن. تقریبا نصف اعضای کسایی که توی این کروزنما بودن بالا آوردن. حتی ببخشید خیلی موج داره.
you guys. طوری که دلم میخواست نتونستم فیلم بگیرم به خاطر اینکه موج خیلی زیاد بود، یه مقداری هم حالت تهوع داشتم و برای اینکه شرایط یه مقداری از اون چیزی که فکر میکردیم سخت‌تر شد، خیلی کوتاه و با کلی موج و حرکت و اینا هست، ولی امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشیم. ما چیزی در حدود 3 ساعت بودیم به حال. امیدوارم که از تماشای این ویدیو هم لذت برده باشیم. سعی کردم کلی عکس بگذارم توی شبکه اینستا و یوتیوب، خواهم گذاشت عکس ها رو، ولی بسیار سفر جالب و خاطره انگیزی بود. چیزای فوق‌العاده زیبایی رو دیدیم توی این سفر 3 ساعته که به نظر من در تمام طول عمرم حتما به خاطر خواهم بود. خیلی ممنون، امیدوارم که هر جا هستین سالم و سلامت باشین. کلی ویدئوی دیگه داریم، حتما ببینید، حتما لایک بکنید و عزیزانتون به اشتراک بذارید و همراه من باشید تا ویدئوی بعدی. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.